بسم الله الرحمن الرحیم. ما یک کارهایی برای رفع نیازهای فردی و اجتماعی داریم که این تاریخها و این زمانها و این جریان میلادی یا شمسی و قمریهای هجری را محور کارامون انجام میدیم. اینها زمان ما نیستن، اینها زمان اون متحرکهای دیگه هستن. خب اگر ما گفتیم مثلا الان چندم ماه هست یا چندمین ماه هست، معناش این است که زمین به این مقدار به دور آفتاب گشت. خب این عمر زمین است، چه کار به متضمن دارد، ساکن در زمین دارد. حالا زمین هر زحمت میکشد به دور آفتاب میگردد، عمر زید زیاد میشود. اگر زید 50 سال اوست، این به درد شناسنامه او میخورد. همین زید 50 سال دارد یعنی چی؟ یعنی از اون وقتی که زید به دنیا آمده 50 بار زمین به دور آفتاب گشت. خب بسیار گشت، چرا زید میشه بشه 50 سال؟ زید وقتی 50 سال است که 50 قدم علمی و عملی بردارد در سیر و سلوک، وگرنه همون کودک روز اول است. شیخون یتصبا، این سبیون یتشیخ در حقیقت. گاهی بعضی افراد کودک 50 سالند، بعضی کودک 80 سالند، بعضی کودک 100 سالند، همون عادات 100 سال قبل دارد. این که تکون نخورد. عمر انسان این نیست که زمین به دور آفتاب بگردد عمر زید بشه زیاد. هر اندازه که زید حرکت کرد به همون اندازه عمر دارد. عمر هر کسی بر اساس سیر و سلوک اوست. اینه که ذات اقدس اله به عمر مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سوگند یاد بکند. فرمود لعمروک انهم لفی سکرتهم یعمهون، برای همین است که این عمر معیار سیر و سلوک است. او حرکت کرد و عمر پیدا کرد. پس بنابراین گاهی انسان ممکن است که 100 سال روی زمین زندگی کند و همون کودک نوزاد روز اول باشد. کودکی 100 ساله. معنای عمر این است که خود انسان حرکت کند، نه معنای عمر این است که زمین به دور آفتاب بگردد. و ها کذا در شبان روز، اگر گفتن 24 ساعت دارد شبان روز، یعنی زمین به دور خود یک بار که میگردد ما این 24 ساعت رو انتظام کنیم، یا اگر بخوام اندازه گیری کنیم 24 ساعت است. نه معناش این است که زمین یک بار به دور خود گشت و زید یک شبان روز ترقی کرد، اینطور نیست. پس زمان و عمر هر کسی از حیطه نفس او بیرون نیست.